حسن صباح این نابغه علمود چرا حشاشین رو به وجود آورد و اصولاً چرا به اونها حشاشین میگفتن؟ آیا همونطور که از اسمشون پیداست مواد مخدر مصرف کردن؟ برای پاسخ این سوالات تا پایان ویدیو با ما رادیو تاریخ همراه باشید. حسن صباح در یک خانواده شیعه 12 امامی در سال 1050 میلادی توی قم به دنیا آمد، اگرچه نسب او رو به یمن میرسوند. پدرش در خردسالی حسن به ری اومد. دوستی و مباحثات علمی با امیره زراب و سپس ابو نصر سراج توی سن 17 سالگی حسن و در حین تحصیل او باعث گرایش و پیوستنش به شیعیان اسماعیلی که توی ایران در حال رشد بودن میشه. احتمالا بعضی از ما میدونیم که شیعه اسماعیلیه یکی از فرق شیعه است که تفاوت چندانی با شیعه 12 امامی یا همون اثناعشری نداره. اسماعیلیون پس از امام صادق فرزند ارشد او اسماعیل رو که نیابت خلافت پس از پدر رو داشت امام هفتم میدونن. اسماعیل حدوداً 10 سال پیش از پدرش فوت میکنه. 12 امامی ها موسای کاظم رو امام هفتم میدونن و میگن اسماعیل خیلی زودتر فوت شده، ولی اسماعیلیه یا همون شیعیان هفت امامی معتقدن که در این صورت مثل بقیه ائمه پس از اسماعیل محمد ابن اسماعیل پسر او باید مقبولیت پیدا کنه. به همین دلیل اونها رو شیعه هفت امامی هم میگن و برخی هم بر همین باورن که اسماعیلیون به تقدس اعداد باور دارن. حسن صباح پس از گرایش به امام زمان اسماعیلی خلیفه فاطمی المستنصر سوگند وفاداری یاد میکنه. در این زمان یعنی 1076 میلادی عبدالملک ابن عطاش از فرستادگان المستنصر توی ایران که متوجه نبوغ حسن صباح شده بود، حسن 26 ساله را برای ادامه تحصیلات راهی مصر میکنه و اونجاست که حسن با علوم غریبه، سحر و جادو آشنا میشه و بر اونها مسلط میشه. همچنین دانش خودش رو بر زبان عربی، ریاضیات، نجوم، هندسه به حد اعلا میرسونه. اسماعیلیون بعد از المستنصر به دو دسته تقسیم شدن، مستعلیه و نظاریه، که در دعوای جانشینی صباح هم در دسته اسماعیلیون و نظاریه قرار گرفت. اسماعیلیون و نظاریه معتقد بودن که قرآن هفت بطن داره و برای فهم اون باید به بطنش رجوع کرد و به همین دلیل به اونها باطنی هم گفته می شد. باطنی ها معتقد بودن که برای فهم قرآن باید سواد و آشنایی و آگاهی با اون رو داشت و در واقع معتقد به تأویل و تفسیر بودن. البته مخالفین اونها بهشون ملحد یا جمعش ملاحده می گفتن که احتمالاً این کلمه ساختگی هست، چون اونها به کسی که اسماعیلی میشد لاحد میگفتن، یعنی کسی که لحد به معنای گور خودش رو میکنه. در واقع میگفتن هر کسی که اسماعیلی بشه با دستای خودش قبر خودش رو کنده، که بعدتر ملحد هم به همین معنی مورد استفاده قرار گیره. صباح خودش میگه که تحت تأثیر صحبت ها و برداشت هایی که از ناصر خسرو قبادیانی و معیدالدین شیرازی میکنه به این اندیشه میرسه که برای رهایی مردم ایران باید اقدامی بکنه. او به مردم ایران تعلق خاطر بسیار شدید و به رهایی اونها از استیلای قوم تازی فکر میکنه و حتی صحبت درباره نص قرآن به زبان عربی که میشد میگفت قرآن برای همه مردم دنیاست، اما نه اینکه ابزاری باشه تا قومی که در اون قرآن نازل شده به دستاویز اون بر مردم دیگه حکمرانی و ستم کنه. و البته منظور و مفهوم صحبت او مشکلی بود که با خلفای عباسی داشت و همچنین با امپراتوری سلجوقی. حسن صباح مردی بود تیزبین، زیرک، خردمند و بسیار مرموز و به تبع اندیشه های متفاوتش طرد شده از جامعه‌ای که او رو نمی‌فهمد. در برگشت از مصر دست به کار میشه و پلن خودش رو مرحله به مرحله پیش میبره. او که شخصیتی کاریزماتیک داشت در صحبت با اشخاص اونها رو مسحور کلام و رفتار و دانش خودش میکرد و در نتیجه دوستان و پیروان رو دور خودش جمع کرد که رابطه مرید و مراد با او داشتن
و حرف او را حجت می دونستند. او که همه ملزومات رشد و ترقی را داشت به همراه یارانش قلعه علموت را برای پایگاه پرواز رؤیاهاش در نظر و به یاران و طرفدارانش دستور داد اونجا را که مخروبه بیش نبود بازسازی کنند و قلعه علموت آشیانه عقاب آماده پرواز آرزوهای بلند پروازانه خداوند علموت شد. به دستور او در علموت و قلعه های دیگه طرفدارانش پیروانش مشغول کشاورزی و کار شدند و تمرینات ورزشی و جنگی را توی برنامه هر روزه قرار دادند و کشت داروهای گیاهی را با نظارت مستقیم خودش توی علموت شروع کرد. او که رؤیای بیمارستان بزرگ گندیشاپور یا همون جندیشاپور و خاندان بختیشو پزشکان برجسته ایرانی رو در سر داشت، دستور ساخت یکی از مجهزترین بیمارستان‌های روز رو داد. با توسعه کشاورزی و کشت دارو علاوه بر تأمین مایحتاج مردم، او از مازاد درآمد صرف هزینه‌های عمرانی کرد و کلیه خدمات بیمارستان علموت رو به طور کاملا رایگان در اختیار سکنه و پیروانش قرار داد. خداوند علموت با مدیریت کارآمد و قوی، با از بین بردن شکاف طبقاتی و افزایش طبقه متوسط، دیدگاه و عملکردش این بود که نه غنی داشته باشن و نه فقیر و رفاه اقتصادی و وضعیت معیشت پیروانش رو به سامان رسوند و این روش او رو به عنوان یک الگو در بین دوست و دشمن تبدیل کرده بود. او انقدر فعالیت و صادرات داروهای گیاهی رو گسترش داد که گروه اونها رو به حشاش یا دارو فروش داد. و البته شایعات بسیار زیادی در مورد او عمل کرد و گروهش داری که به اونها هم میپردازیم. خداوند علموت درک درستی از جامعه و سطح آگاهی مردم داشت و برای همین چاره ای نمیدید جز این که از طریق ایدئولوژی اقدام کنه. سبا تغییراتی در مذهب هم به وجود آورده بود، از جمله اینکه فقط نماز پسین به جماعت برگزار میشد و اونجا به پاسخگویی با مردم و ارتباط با اونها ساعاتی رو میگذروند و در واقع در بقیه ساعات روز امکان ملاقات حضوری او برای افراد عادی میسر نبود. او بیشتر طول روز رو در کتابخونه بزرگی سپری میکرد. او که در گفتارش بر وجود امام زمان باور داشت، این باور رو در بین طرفدارانش هم تقویت میکرد و در 17 رمضان 559 قمری بود که اعلام کرد مسئولیت پرچمداری و پیشبرد مسائل دینی بر دوش من نهاده شده و در واقع به طرفدارانش میگفت که پیشوا و حجت امام زمان من هستم. حسن صباح در کنار اینها سلسله مراتب سیستمی رو طراحی کرده بود که همه دوستان که بر کیش او بودن دایره فداییان حساب شدند و پس از اون دایره رفقا بود. و از اینجا به بعد دو دسته دیگه داشتیم، یکی کسانی که به مراحل بالای دینی رهبری گروه می رسیدن، این زبردست ها به نام دایی خونده می شدن. اما گروه بعدی، گروه ویژه خداوند علموت، ارتش سری و مخفی او به نام حشاشین، نامی که به اعتبار علم و دانش این پیرمرد تیزبین و پیروانش به گروه او نسبت داده شد و حتی به اونها فرشتگان مرگ هم گفته می شد. این گروه ویژه از جان گذشته با فرمانبری بدون چون و چرا و اطاعت محض، با آموزش های چریکی، مذهبی، اعتقادی، نبردهای تک نفره بسیار خاص و مرموز و با سلاح منحصر به فرد به نام فدایان مطلق خانده می شدن. شناخت و دسترسی به این گروه مخوف غیر ممکن بود و هیچ کس موفق به شناخت اونها نمی شد مگر اینکه پس از چند ثانیه به قتل می رسید. فدایان مطلق چنان سرسپرده بودند که مرگ در راه هدف را به عنوان پاداش و به عنوان یک افتخار می دیدن، اگرچه باوری به بهشت به شیوهی که در اذهان ما هست نداشتند. این گروه که با میل و علاقه شخصی انتخاب می شدن، از همون ابتدای آموزش و برای اینکه وابستگی کمتری داشته باشند، با اختیار آگاهی کامل مخطوع نصب می‌شد تا هیچ تمایلی به سمت و سوی دیگه نداشته باشند و هیچ چیز نتونه اونها رو از هدفشون دور کنه
و تمام هم و غمشون درگیر هدف باشه، فقط هدف. این گروه فدایان مطلق پس از انجام مأموریت هرگز از صحنه جرم فرار نمی کردن، بلکه اونجا با سربازان و نیروهای مخالفین درگیر می شدن و این اقدام شجاعانه اونها در مدت زمان بسیار کمی چنان رعب و وحشتی در دل دشمنانشون انداخته بود که از نزدیکترین افراد حتی داخل دربار هم می ترسیدن و به همین دلیل به اونها ارتش سایه ها هم لقب داده بودند. این گروه اکثرا مکانهای عمومی رو برای قتل و ترور در نظر می گرفتن تا با تهور و شجاعت خودشون لرزه بر اندام دشمن بندازن. ارتش حشاشین بعد از مأموریت زنده به دست افراد دشمن نمی افتاد. فدایان که سموم و داروها رو به خوبی می شناختن همیشه ترکیبی با خودشون می بردن که در موقع حساس از اون استفاده می کردن و به راحتی می تونستن به زندگیشون پایان بدن و در واقع کشف هر گونه اطلاعات نسبت به سیستم آموزشی حشاشین رو غیر ممکن می کردن. با همه اینها حشاشین هرگز در قدم اول دست به ترور نمی زدن. حتی زمانی که سلطان سنجر سلجوقی دستور قتل عام و نابودی اسماعیلیان رو داده بود، ابتدا از در مذاکره وارد شدن و چون جواب نگرفتن، نیمه شبی سلطان سنجر در رخت خوابش بیدار شد و دید که خنجری در میز کنار تختش فرو رفته که نوشته‌ای در زیر اون: این خنجر که در این جسم سخت فرو رفته میتوانست در قلب نرم تو فرو برود. ما بیش از هر چیز به تو نزدیک. این اقدام موجب بازپسگیری دستور شد و سلطان سنجر تا آخر عمر روابط دوستانه با اسماعیلیان برقرار کرد. حسن صبا در سال 1124 میلادی با مرگ آرام در بستر جان سپرد و امیدوار بود که پس از او سیستمی رو که بنیانگذاری کرده بود نجات بخش زندگی و آرامش فکری مردمان ایران زمین و جهان باشه که متاسفانه نشد. و در حمله مغول‌ها به ایران به دست یکی از نوادگان او یعنی هولاکو خان در حدود یک قرن و نیم بعد تمام قلاع باطنی ها از بین رفت و قلعه علموت نیز ویرانه شد. اما میریم سراغ شایعات. تجارت و فروش داروهای گیاهی علموت اونها رو به عنوان بازرگانان توانمند بازار دارو فروشان یا همون حشاشین تبدیل کرد، چیزی که بعدها مخالفین اونها برای ایجاد فضای منفی تبلیغاتی با استفاده از نزدیکی کلمه حشیش و حشاش شایعه مصرف مواد مخدر رو به اونها نسبت دادن و بعدها به عنوان تنها سند مارکوپولو در سفر خودش به ایران در قرن 13 و در زمان حکمرانی ایلخانان مغول و بر اساس شنیده ها اقدام به ثبت این شایعات میکنه که حسن صبا یا به قول او پیرمرد کوهستان ابتدا یارانش رو که بر اثر مصرف مواد مخدر توی عالم واقع نبودن رو با چشم بسته میبرد توی یه باقی با فضاسازی مشابه بهشت که توش نهر شیر و عسل بود و دخترکانی زیبارو با سینه های اوریان دلبری میکردن و به همین هم. و سپس اونها رو با چشم بسته بر میگردند و جوری به اونها القا میکرد که اونها بهشت رو دیدن و بعد برای وصال دوباره بهشت به اونها مأموریت مرگبار میداد. این شایعات قطعا نمیتونه واقعیت داشته باشه چون بر اثر مطالعات باستانشناسی اثری از باغها و نهر شراب و غیره اصلا در اونجا نیست. همچنین که مسلم هست اگر این وعده دروغین و بر پایه زیبارویان دلبر و مواد مخدر حشیش و غیره بود، همچین سازمان فاسدی نمیتونست دوام و بقای زیادی داشته باشه. کما اینکه این گروه و این سیستم بیش از 1.5 قرن حداقل ادامه داشته و حتی به روایتی اون گروه ها هرگز از بین نرفته و هنوز هم در سیستم های مافیایی پشت قدرت همچنان ادامه داره. فدایان صبا به قدری شیفته و معتقد به باورهای آموزشی سیستم بودند که تمام فرامین صادر شده رو تا پای جان انجام میدادند که خود این نشان از ایدئولوژی و باور قدرتمندشون داره، نه از فساد موجود در شایعات.
حتی خود حسن سباح دو پسر خودش رو به جرم تخلف از اصول دین قصاص کرد و از بین برد. اولی به جرم نوشیدن شراب، دومی به جرم مشارکت در قتل. قتل حسین قائنی داعی بزرگ. اگرچه بعدتر معلوم شد که پسرش در این قتل نقشی نداشته، اما شیوه عمل کرده او نشان دهنده عزم راسخ و همت شامخ صباح در اصول و باورهای ذهنیش است. و اما شایعه بعدی که حرکت بزرگ حسن صباح را در حد یک انتقام مضحک دوستان پایین میاره، افسانه سیار دبستانی. ادوارد فیتزجرالد توی مقدمه ترجمه انگلیسی رباعیات خیام میگه که حسن صباح و عمر خیام و خواجه نظام الملک سه تا همکلاسی بودن که به همدیگه قول میدن در بزرگسالی هر کدوم به جای رسید دست اون دوتای دیگر رو هم بند کنه، که خواجه نظام بعد از اینکه وزیر دربار سلجوقیان میشه سالی 10,000 دینار به عمر خیام میده که صرف هزینه های تحقیقاتی و علمیش بکنه و حسن صباح رو هم به یک سمت مشغول میکنه که بینشون مشکل و اختلاف پیش میاد و او مجبور میشه که حسن صباح رو اخراج کنه و حسن صباح اونجا سوگند یاد میکنه که انتقام بگیره، در حالی که خواجه نظام الملک توی سال 1017 میلادی به دنیا میاد، یعنی اختلاف سنی حدود 30 سال با حسن صباح. و از طرف دیگه هم ترور خواجه نظام الملک به خاطر مشکلی بود که او با اسماعیلیان داشت و دستور پیگیری و قتل عام اونها رو داده بود. شیعیان اسماعیلی مثل شیعیان 12 امامی همچنان امروزه به فعالیت خودشون ادامه میدن و امروزه جمعیتشون بالغ بر 15 میلیون نفر، یعنی حدود 10% از مجموع شیعیان جهان رو تشکیل میده. در زمان فتح‌علی‌شاه برای اولین بار به پیشوای اونها، یعنی در واقع امام زمان شیعیان اسماعیلی، لقب آقاخان داده شد. امروزه پیشوایان اونها با همون لقب آقاخان خونده میشن و امروزه 49 امام شیعیان اسماعیلی کریم آقاخان هستش که در ژنو سوئیس به دنیا اومده و همزمان ملیت 4 کشور رو هم داره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیوی ما رو دوست داشتین کانال ما رو دنبال کنید و با گفتن نظراتتون ما رو در جهت ساختن ویدیوهای بهتر راهنمایی کنید.